همه ما باز مطابق همین کلام خداوند شاهد هستیم که آدم و حوا متاسفانه از باغ عدن رانده شدن و علت رانده شدنشون اون گناهی بود که در از تعریف اصلیش اینه که آدم و حوا نتوانستن به عهد خودشون بایستن، پس نتوانستن مطابق اون مسئولیتی که خدا به اونها داده بود عمل بکنن. پس خدا انسان رو آفرید، هرچند به او قدرت و توانایی داد، اما مسئولیت هم بهش داد که تحت یک مسئولیتی زندگی خوبی داشته باشه. چون خدا انسان رو آزاد آفرید، اگر خدا انسان رو آزاد نیافرید بود پس هیچ مسئولیت هم نداشت. هرچند جانداران همه تحت یک پروگرامی به نام غریزه زندگی میکنن و مسئولیتشون نسبت به اون پروگرامه، نسبت به اون غریزه هستش، ولی انسان چقدر بیشتر. که انسانی که آزاد آفریده شده اگر تحت اون مسئولیت پذیریش قرار نگیره، حتما به هدف عالیه‌ای که خدا در نظر داشته آسیب خواهد زد و آسیب میخوره متاسفانه. چه بسا شاید خیلی بهتر بود آدم و حوا به جای اینکه عهد شکنی بکنن میگفتن خدا چرا ما از این درخت نیک و بد نباید، چرا از درخت حیات نباید میخوریم؟ اگر سوالشون رو انجام میدادن حتما از خداوند جواب میگرفتن. خدا هرگز نمیگفت به شما چه مربوطه، من فقط میگم نخورید. پس مشکل اولیه این بود که انسان حتی نسبت به ماهیت و هویت درون خودش این مسئولیت رو گویا نداره. امروز هم همین گونه هستش که انسان‌هایی که نسبت به موقعیت زندگیشون، چه در محل کارشون، چه توی خانواده‌شون، چه رابطه‌هاشون با هر کسی، رابطه‌اش با دوستش، رابطه‌اش با همسرش، رابطه‌اش با همکلاسی خودش، رابطه‌اش با هموطن خودش، که موضوعی پیش میاد سوال نمی‌کنه، یعنی نمی‌خواد مسئول پذیر باشه، فرار می‌کنه. و در این فرار هستش که می‌بینیم از هدف اصلی اون انسان نیز یا انسان‌ها دور خواهند شد، چرا که نتوانستن در اون مسئولیت بمونن. ما در پیدایش باب 26 میخونیم که اسحاق همسر خودش ربکا رو وقتی که وارد سرزمین جرار میشه اعلام میکنه که اون خواهر من هست، چرا که ربکا زنی بسیار زیبارو بود و اسحاق نیز ترسید مبادا به او نیز نظری داشته باشن و اسحاق رو بکشن. دقیقا این همون اشتباهی بود که ابراهیم هم کرد. ابراهیم هم سارا رو که هنوز سارا نشده بود اعلام کرد که خواهر من هستش. اما ابیملک که پادشاه فلسطین بود و بسیار پادشاه عادلی بود، وقتی که متوجه میشه اسحاق دروغ گفته به او اینگونه می در پیدایش 26:1. این چه کاری بود؟ ابیملک داره به اسحاق میگه این چه کاری بود که با ما کردی؟ ممکن بود یکی از مردان من به آسانی با همسر تو همخواب شود و در آن صورت تو مسئول گناه ما بودی. نه اینکه اون عمل زنا اگر انجام میشد اون شخص گناه نکرده بود، اما کاری که اسحاق کرده بود دری رو باز گذاشته بود تا شیطان از این در باز وارد زندگی او بشه و گناه بشه. هوشیار باشی، نگاه کن به زندگی، به محل کاره، حتی عزیزانی که خادم هستن، به خدمتتون نگاه کنید، به رابطه هاتون نگاه کنید، کجا مانند اسحاق ترسیدید، نگران بودید، دری رو باز گذاشتید و فکر کردید که این حکمته. خیلی موقع ما ترسا رو متاسفانه به جای حکمت قرار میدیم، میگیم این یک حکمت هستش. دروغ اسحاق هرچند اون رو رسوا کرد و حقیقتا هم اگر کسی میومد به همسرش تجاوز میکرد اون مسئول بود، ولی مسئول بود که به خدا باید جواب میداد. اما اون شخصی هم که زنا میکرد اونم باید به خدا جواب میداد. و
پس امروز همه ما مسئول خودمون هستیم نسبت به اشتباهی که میکنیم. نمیتونیم بگیم توی کلیسا کشیش رسول باعث لغزش من شد، نوع تعلیمش، نوع رفتارش، نوع برخوردش. کشیش رسول مسئول خودش با خدا هست. من نمیگم، پولس رسول میگه، میگه همه ما باید به او جواب بدیم و شما عزیزانم همینطور. همه ما مسئولیت مسئولیته.